فرشته وحی کیست؟ فاطمه زهرا رضی الله عنها و یا جبرئیل علیه السلام؟ اون روحی که انبیا را انبیا میکنه روح مادر ما فاطمه زهرا است، بر تک تک انبیا نازل میشه. شب قدر که بزرگ میشه خیرون من الف شهر میشه، علتش اینه که منسوب به حضرت زهرا میشه. فرمود تنزل الملائکه و روح، امام صادق میفرماد اون روحی که نازل میشه شب قدر که باعث میشه لیلة القدر خیرون من الف شهر بشه، روح مادر ما فاطمه زهرا. بینندگان گرامی، به اجماع مفسرین صحابه و تابعین و مفسران مسلمان تا به امروز و تفاسیر معتمد شیعه از جمله تفسیر مجمع البیان از تبرسی و التبیان فی تفسیر القرآن از طوسی و تفسیر قمی از ابوالحسن قمی، مراد از کلمه الروح در سوره القدر جبرئیل علیه السلام است. بستر غلو و افرادگرایی در مذهب شیعه چنان فراهم است که هر روز فضائلی بر ائمه خود تراشیده و هیچ صفاتی از صفات الهی و صفات انبیا و صفات ملائکه نیست مگر آن که آن را به ائمه خود نسبت می دهند. اما باز هم به این قانع نمی شوند و می گویند آن روحی که وحی را به انبیا نازل می کرد فاطمه رضی الله عنها بود. پس نقش جبرئیل چیست؟ الله عز و جل می فرماید وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ. و همانا این قرآن فرو فرستاده پروردگار جهانیان است، آن را روح الامین یعنی جبرئیل فرود آورده است و بر دل تو نازل کرده است تا از بیم دهندگان باشی. و در جای دیگر صراحتاً از جبرئیل امین نام می‌برد و می‌فرماید قل من کان عدو لجبریل فإنه نزله على قلبك بإذن الله. بگو کسی که دشمن جبرئیل باشد در حقیقت دشمن الله است، زیرا که او به فرمان الله قرآن را بر قلب تو نازل کرده است. از این آیات به روشنی برمی آید که مراد از روح الامینی که قرآن را بر انبیا نازل نموده جبرئیل علیه السلام است و این خود دلیل برتری و فضیلت این ملک الهی بر دیگر هم نوعان اوست که امثال این آخوند قصد دارند از او بگیرند و دشمنی خود را با جبرئیل علیه السلام اثبات کنند. من کان عدوا لله و ملائکته و رسله و جبریل و میکال فإن الله عدو للکافرین. کسی که دشمن الله و فرشتگان و پیامبران او و جبرئیل و میکائیل باشد، پس به درستی که الله دشمن کافران است. این آخوند میگوید علت ارزشیابی شب قدر نزول روح فاطمه بر بندگان است. باید از وی پرسید زمانی که خود ایشان زنده بود در شبهای قدر چگونه روح ایشان فرود می آمد و از کجا می آمد؟ آیا روح ایشان از بدنشان جدا می شد و می رفت به آسمانها و سپس به زمین می آمد؟ آیا هنگام نزول قرآن روح فاطمه زهرا بر پیامبر نازل می شد و آیات قرآن را بر ایشان می خواند؟ کدام انسان عاقلی این اراجیف را می پذیرد؟